سومین کارت زرد مجلس به وزیر آموزش و پرورش. خلاصه سوال استفاده از نیروهای ناکارآمد و بازنشسته در آموزش پرورش و عدم توجه به منابع انسانی و فرهنگیان از لحاظ بیمه سلامت، حقوق و سایر مزایا و تعطیلی مدارس راهنمایی در روستاها و بعضی از شهرها. پس از سوال نمایندگان، وزیر آموزش و پرورش پشت تریبون رفت. مدیران جدیدی که در استانها در آموزش و پرورش منصوب شدن 17% دارای مدرک دکترا و 83% مدرک فوق لیسانس و لیسانس و پایین‌تر اصلا ما نداریم. در رابطه با بکارگیری نیروهای بازنشسته باید عرض کنم که از انگشتان یک دست در سطح مدیریتی کمترند. حداقل 6 معلم در تخصصهای مختلف نیاز داریم و استانها و شهرستانها و روستاهایی که بعضن از حد نصاب پایین تره ما قادر به بازگشایی مدارس در اونها نیستیم. در نهایت نمایندگان از توضیحات وزیر آموزش و پرورش قانع نشدند و سومین کارت زرد را به فانی دادند. اما در حاشیه جلسه امروز چند نماینده به اعتراض از صحنه علنی خارج شدند. اعتراض آنها به بررسی نشدن لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری بود. لایحه‌ای که دیروز از دستور کار مجلس خارج شد که اگر تصویب شود تعداد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از 7 به 80 می‌رسد.